24 دفتر ثابت و موقت در ایران از دیروز نامنویسی برای صدور روادید زائران اربعین حسینی را آغاز کردند. با احتساب چهار کنسولگری عراق در استانهای خراسان، کرمانشاه، خوزستان و تهران، 20 دفتر موقت نیز در نقاط مختلف ایران متناسب با جمعیت و جغرافیای آن مناطق از روز چهارشنبه چهار مهرماه آماده صدور روادید برای زائران زیارت میلیونی اربعین حسینی هستند. به گفته مسئولین امر این تعداد در مقایسه با سال گذشته که دوازده دفتر بود 100 درصد افزایش یافته و به 24 دفتر رسیده است. دارندگان گذرنامه می توانند با مراجعه به کنسولگری ها و دفاتر معرفی شده ویزای زیارت میلیونی اربعین را دریافت نمایند. بر اساس اخبار رسیده هنوز تغییری در هزینه ویزای عراق ایجاد نشده است. مدیر کل امور مرزی وزارت کشور ایران درباره هزینه سفر زائران نیز گفت هزینه سفر اربعین را سازمان حج و زیارت برآورد کرده که شامل روادید، کارگزاران، بیمه و درمان است و شهروندان و زائران می توانند با مراجعه به سامانه سماه آن را ملاحظه کنند. وی افزود زاران اربعین حسینی می توانند از مرزهای زمینی مهران، شلمچه و چذابه و مرزهای هوایی مشهد و اصفهان و تهران به سمت نجف اشرف و بغداد و همچنین از مرز دریایی شلمچه به عطبات عالیات مشرف شوند. وی تصریح کرد. همکنون هیئت عراقی در حال بررسی مسائل امنیتی در مرز خسروی و بعد از اعلام وضعیت در صورت تامین امنیت این مرز نیز برای زائران باز خواهد شد. گفته شده جهت دریافت ویزای اربعین ارز با قیمتی پایین از نرخ بازار در اختیار زاران قرار خواهد گرفت اما هنوز شیوه دریافت آن اعلام نشده است علا رقم درخواست های مکرر شیعیان در ایران و عراق برای لغو روادید میان این دو کشور همچنان این مهم عملی نشده و تنها وعده های برای آن داده می شود